هفته در پژواک، داستان زندگی هانی. گفتگوی هفته، جنگ و ایمان مسیحی. سلام بهتون میگم، خدا رو شکر برای وجودتون. ادوین کشتی شاپنوس هستم با فصل سوم از برنامه های پژواک، بخش شماره 95. خدمت شما دوستان عزیز هستیم. من هم عشقا نمرشی هستم. یک بار دیگه خوشحالیم که تونستیم با سری جدید برنامه های پژواک خدمتتون بیایم با موضوعات جدید. امیدواریم که موضوعات جدید، مخصوصا موضوع امروز که یه خورده جنجال برانگیز هست، مورد توجهتون قرار بگیره. اما موضوع امروز جنگ و پاسخ ایمان مسیح هستش. دوست داریم که با ما در تماس باشید. تلفن ها باز هست، یاهو مسنجر باز هست، فیسبوک باز هست، میتونید از انواع طریق های مختلف با ما در ارتباط باشید. خب دوست داریم از شما بشنویم، ولی قبل از اینکه وارد بخش بعدی برنامه بشیم اجازه بدید بریم و بخش اخبار رو با جنیفر عزیز داشته باشیم. جنیفر جان. با درود بر شما دوستان گرامی، جنیفر هستم و خوشحالم که پس از دو ماه تنفس یک بار دیگه خدمت شما بینندگان برنامه پژواک هستم تا شما گرامیان رو در قسمت گزارش خدمت کنم. خیلی از شما دوستان عزیز از ما سوال کردید که هدف ما از داشتن یک بخش خبری در برنامه پژواک چی میتونه باشه و چرا اصلا این قسمت رو در برنامه خودمون اضافه کردیم. همطور که پیشتر هم در برنامه خدمتتون گفتیم، هدف و قصد از بخش خبری این نیست که جای شبکه‌های خبری رو بگیریم و یا حتی رسالت این شبکه‌های حرفه‌ای رو تکرار بکنیم، بلکه هدف ما از این بخش اینه که بتونیم با یک دیگه از لنز و دیدگاه مسیحی به وقایع هفته نگاهی بکنیم و به عنوان یک مسیح واکنش درستی رو در برابر حوادث دنیا از خودمون نشون بدیم. به هر حال به عنوان انسان‌هایی که در جوامع مختلف زندگی می‌کنیم، زندگی جدا و منفک از دنیا رو نداریم، هرچند ارزش‌های ما فرق می‌کنه، ولی ما هم جزو جامعه‌ای هستیم که در اون زندگی می‌کنیم. بنابراین در اطراف ما آنچه که اتفاق می‌افته برای ما هم مهمه و تأثیر مستقیمی بر ما داره و واکنش ما نیز به عنوان یک ایماندار به مسیح هم بسیار مهمه. بنابراین از شما درخواست می‌کنم که ما با ما همراه باشید. همطور که میدونید 10 سال پیش در 11 سپتامبر حمله‌های تروریستی بر خاک آمریکا باعث کشته شدن بسیاری در روز یکشنبه در آمریکا شد و روز یکشنبه در آمریکا یادبود این تراژدی تلخ گرد همایی گوناگونی را تشکیل دادن برای یادبود این واقعه. با هم نگاه می‌کنیم. پس از 10 سال بار دیگر خانواده‌های بازماندگان حادثه 11 سپتامبر و شهروندان نیویورک در محل سابق برج‌های دوقلو گرد آمده و یاد کشته شدگان این حادثه دردناک را گرامی داشتند. به عنوان عضو یک خانواده این واقعه تلخه و ما اومدیم اینجا تا نزدیکشون باشیم و پشتیبانی کنیم. خانواده‌هایی که عزیزانشون رو از دست دادن. آمریکا پس از 10 سال سپری شدن از این حمله تروریستی بر خاک خود هنوز نیز دردمند است. حادثه 11 سپتامبر سرنوشت این کشور را تغییر داد. کلیساها و مراکز عبادی پذیرای شرکت کنندگان این مراسم یاد بود بوده. شبانان کلیسا مردم را به حاکمیت خدا در میان این تراژدی ها مژده دادند. At these very moments where bells are ringing throughout the United States. بعد از 10 سال هنوز صحبت‌های جنجالی در مورد اینکه مسبب اصلی و طراحان واقعی این حملات چه کسانی هستند وجود داره. آیا واقعا مغزهای متفکر و مهره‌های اصلی این حمله القاعده بوده و یا خود دولت آمریکا عامل اصلی این جنایته؟ این موضوعی است که شاید هیچگاه نشه پاسخ قطعی و مشخصی به آن داد، اما آنچه آشکار است که این اقدام شرارت آمیز کشتار عظیم و آثار کریهی رو از خودش به جای گذاشته و وظیفه ما به عنوان مسیحیان در مقابل این شرارت‌ها چی میتونه باشه. بله، در کنار این کارزار باید در اعتماد به اینکه خدای ما پادشاه و حاکم بر اوضاع است وسیله‌ای باشیم در دست خداوند تا آرامش و نور و امید رو از طریق ما بتونه بتابونه به این دنیا. اما دومین گزارش رو با هم نگاه خواهیم کرد. گزارش‌های خبری حاکی از درگیری شدید در شهر بنی ولید لیبی است. در این گزارش ها گفته شده که بر اثر این درگیری ها دست کم 7 نفر از نیروهای مخالف سرهنگ قذافی رهبر فراری لیبی کشته و 10 نفر دیگه هم زخمی شدن. این نیروها ادعا می کنند که تعدادی از مردم محلی با خیانت به آنها این نیروها را به کمین نیروهای حامی آقای قذافی کشاندند.
در همین حال گزارش شده است که جنگنده‌های ناتو نیز اهدافی را در شهر بنی ولید مورد حمله قرار دادند. یک خبرنگار بی بی سی میگوید که نیروهای مخالف آقای قذافی از قدرت و نیروی کافی برای تسخیر شهر بنی ولید برخوردار نیست. در کنار مراسم و گرد همایی هایی که به جهت یادبود کشته شدگان واقعه 11 سپتامبر در آمریکا صورت گرفت، تجمعاتی نیز در کشورهای اسلامی از جمله پاکستان در این روز به وقوع پیوست که عاملان اصلی این حملات تروریستی را اسرائیل و آمریکا معرفی کردند. قانونیت پاکستان کے اندر آئے روز ہونے والے بم دھماکے اس کی کڑیاں بھی 9/11 سے ماں امریکہ نے دنیا پر اپنا تسلط اور مسلمان 9/11 کے 10 سال مکمل ہونے جہاں امریکی صدر بارک اوباما وقت یہ ثابت ہو چکا تھا کہ 9/11 معمولا همه ما از آدم‌هایی که خانه خراب کن هستن فراری هستیم و نمی‌خوایم که در اطراف ما باشن، ولی وای به زمانی که شهرداری خانه خراب کن باشه. گزارش بعدی رو با هم ببینیم. صبح زود قرار بوده این خونه رو اینجا خراب کنن، خونه این بغلیش نه، خونه بعدیش رو خراب کرده. هر طرحی، هر برنامه‌ای داره شهرداری، مهندس ناظر داره. خب نه، مهندس ناظر اینجا کجا بوده؟ حالا من محل کار بودم، اومدم رسیدم دیدم زن و بچه‌م تو خونه گیر افتادن، خونه را شهرداری زده خراب کرده، اومده خونه بغلی خراب کنه، خونه ما را هم کامل تخریب کرده. زن خانم منم باردار و الان جفتشون بیمارستان هست. بر اساس خاک برداری و تصدیح یکی از خونه های مخروبه ای که در فضای سبز بوده و شهرداری تملک کرده، بر اثر لرزش که دیوار پیدا کرده، قسمت از دیواری یکی از مالکین در اون محدوده منهدم شده و متاسفانه موجب تخریب این خونه شده. اون خسارات رو شهرداری متقبل میشه و من در همین جام از این خانواده ای که موجب ناآرامی افکارشون شده و به هر حال این حادثه میتونه تشنجی در خانواده به وجود آورده باشه. خب به هر حال اشتباه هم پیش میاد. با وجود واکنش تند علی دایی پس از اینکه صدا و شخصیتش در برنامه خنده بازار توسط سامان گوران تقلیل شد، یک بار دیگه ویدیوی جدیدی از مشکلات علی دایی با مسئولین باشگاه پرسپولیس توسط شبکه 3 به تصویر کشیده شد. این کلیپ رو با هم نگاه میکنیم. خیلی خوشحال که باز هم در خدمت شما عزیزان هستیم. ما همونطور که وعده داده در هفته گذشته در خدمت دو دوست قدیمی و دو دشمن امروزی آقای داهی عزیز و شاکانی دوست داشتنی خواهیم بود که خیلی کار سختی بود این دو دوست رو دوباره به هم رسوندیم. میگم کار آسونی نبود اگه تشریف بود برای اینجا میبینیم آقای شاکانی عزیز خیلی هم با انگیزه باید خیلی خوشحال باشیم بشین آقا اون برگه اگه بشه. میشه بشه اون بر بشه اون بر کنه بله آیه داهی عزیز هم اگه من شما میبینم آقا خیلی خوش آمدید. آقا نمیدونستیم احسان میایی خوبیه نهیده من تا این آقا اینجا با که من پام اونجا نمیدانه بیا دیگه آقا شما مواده برای شما تر تو روز هیچون آقا مگه شما قول ندادید که بیایید سر برنامه بشیدید؟ من قول داده بودم کی میگه ندادم، ولی ایشونو که دیدم دوباره به هم ریختم. قیافش مشکل دارم باش. فکر کردید که بنده هم قیافه شما رو میبینم خوشحالم؟ اما این تقلید فقط به شبکه 3 سیما محدود نمیشه، بلکه کلیسای اوکراین هم دست به چنین اقدامی زد. با درود به مجریان گرامی برنامه پشواک، ما بینندگان شما هستیم. ما بینندگان برنامه هیجان انگیز پشواک هستیم. آقا از خودتون حرف در نیارین، هیجان انگیز دیگه چه خیلی توی برنامه 77 اعلام کردن برنامه هیجان انگیز پشواک. بله بله درست میگم آقای اشکان املشی اعلام کردن. بله ما با خاطر اینکه از خودمون حرفی نزده باشیم که گفتیم این برنامه هیجان انگیزه. آره. خب ما به زودی با خیلی از پرسش ها و شکایت ها و درد دل ها به سراغ شما میاییم. من مانی
و من وحید و صدای زیبای بابک. منتظر ما باشید. منتظر ما باشید. با تشکر از همه دوستان عزیز در کلیسای اوکراین. و این هم از اولین گزارش خبری از سومین سری برنامه پژواک. با ما باشید. دوستان عزیز، امیدوارم که تا این لحظه برنامه پژواک رو پسندیده باشید. در ادامه برنامه اگر با ما باشید، قسمت خسته کننده برنامه که بحث هفته و پرسش هفته است رو خدمت شما دوستان عزیز خواهیم داشت. خب شما تشویق میکنید مثل همیشه با ما تماس بگیرید با توسط تلفن ها، ایمیل آدرس، یاهو مسنجر، اسکایپ و هر چی که در دست دارید. دوست داریم که شما عزیزان رو به صورت زنده و صحبت هاتون رو به صورت زنده داشته باشیم تا بتونیم با هم درگیر یک مصاحبت و یک مناظره مناسبی باشیم. دیگه به مناظره نکشون. آقای املاش. هرجان انگیزش کنیم. بریم قسمت بعدی رو ببینیم. برخواهیم گشت خدمت شما دوستان عزیز. سیاست‌های دول، اعتقادات مذهبی، نیاز به قدرت و حکمرانی جهانی گاهن محرک و آغاز کننده خونریزی‌های بسیار بوده است. موضوع گفتگوی این هفته در پژواک، جنگ و دیدگاه‌های مسیحی. انسانی آگاهیم و درد و تلخی آن بر هیچ کس پوشیده نیست، اما پرسشی که باید از خود بپرسیم این است: واکنش یک مسیح در زمانی که کشورش در جنگ به سر می‌برد چگونه باید باشد؟ آیا عضو صفحه فیسبوک پژواک هستید؟ با عضویت در فهرست دوستان پژواک شما قادر خواهید بود گزیده بخشایی از برنامه هر هفته را تماشا کرده و در گفتگو با کاربران در مورد موضوع هفته همراه باشید. برای جستجوی صفحه پژواک آیدی پژواک شورا تایپ نمایید. خب دوستای عزیز بیننده، همطور که میدونید ما با اولین قسمت از سومین سری برنامه‌های پژواک در خدمت شما هستیم و در این سری از برنامه پژواک بخشی رو اختصاص دادیم به عنوان زنگ تفریح، سیر و سیاحت، گشت و گذار یا هر چیزی که دوست دارید. اما این قسمت سعی میشه هر از چند وقت گاهی برای بینندگان پروپا قرص پژواک که تا آخر وفادارانه بیننده برنامه پژواک هستن تهیه بشه. کوشش ما در این بخش اینه که بتونیم اطلاعات مختصر مفید و جالبی رو در مورد موضوعات مختلف، مکانها و یا رویدادهای گوناگونی رو به شما بدیم. امیدوارم که دوست داشته باشین و لذت ببرین. پس با ما باشید. سلام، امروز با هم اومدیم به شهر وستوود، یکی از دیدنی ترین و معروف ترین شهرهای کالیفرنیا است. ولی قبل از اینکه بریم و جاهای دیدنی شهر وستوود رو ببینیم، اجازه بدیم یک کوچیک از تاریخچه این شهر براتون بگم. تاریخ شهر وستوود به زمانی برمیگرده که آرتور لت زمین‌های این منطقه رو که حدود 3000 هکتار بود خریداری می‌کنه و اونها رو به وارث خودش، یعنی فرزندخوانده خودش، هارولد جنس می‌سپاره و هارولد این منطقه رو بازسازی می‌کنه و امروز این یکی از پررفت و آمدترین مناطق شهر لس آنجلس. اما وستوود یکی از مراکز بزرگ سینما و تلویزیون لس آنجلس هم هست. این محل خانه بسیاری از سینماهای نامدار از جمله آرت دکو کرست و من ویلج هم هست. همینطور پارک نامدار این شهر، ویلج مموریال پارک سمتری وستوود، از دیگر نقاط دیدنی و به یاد ماندنی این شهر می باشه که بسیاری از ستارگان هالیوود در اونجا به خاک سپرده شدن. وستوود تنها برای جذابیت‌های سینمای خود مورد توجه نیست. این شهر همینطور شامل موزه‌های معروفی که به نام پایه‌گذار خورد، یعنی همر نامگذاری شده می‌باشد، که از جمله آثار دیدنی و تاریخی این شهر است. این موزه برای آثار خود در زمینه‌های ایمپرشن آرت و مدرن آرت زبان‌زد خاص و عام است.
اما برای علاقه‌مندان به خرید، مرکز خرید وست‌وود که توسط هرولد جنز در سال 1929 احداث شد، هنوز با نگاه داشتن جو سنتی خود یکی از محبوب‌ترین مراکز خرید منطقه است. در اینجا دومین کلیسای بزرگی که توسط Church of Jesus Christ of Latter-day Saints مدیریت می شود را شاهد هستید. این محل شامل دومین کتابخانه بزرگ LDS از History Library Family می باشد. این کتابخانه شامل 100,000 اسناد و 300,000 کتاب است. نوبتی هم که باشه نوبتی عزیزان ایرانی خودمونه. شهر وست‌وود یکی از مناطقیه که جمعیت زیادی از ایرانیان رو در بر میگیره. امروز میخوایم به یکی از بزرگترین مراکز ایرانی بریم و سری به اونجا بزنیم. با ما باشید. یکی از مراکز ایرانی شهر وست‌وود شرکت کتابه. این کتاب فروشی کتاب‌های متعدد، سی‌دی ها، فیلم‌های مختلفی رو در اختیار فارسی زبانان شهر لس‌آنجلس قرار میده. شرکت کتاب یکی از بزرگترین کتاب فروشی و یکی از معتبرترین انتشارات کتاب خارج از ایرانه که بیش از 90,000 عنوان کتاب داره و یکی از بزرگترین مراکز اطلاع رسانی برای تمامی ایرانیان لس آنجلسه. همطور که میبینین کتاب یلو پیج هر ساله برای انتشار اطلاعات زیادی در مورد مراکز ایرانی در کل لس آنجلس چاپ میشه. سلام، صد تا سلام. یه ذره هیجان داشته باشی بعد از دو ماه بازگشت به کیش دوستای عزیز. هنوز اون خستگی تنفستون دو ماه روشونه های ما هست. حالا شما تنفستم به خسته میشین. خب امیدوارم که دوستان عزیز از رنگ ستم خوششون اومده باشه. بله من که اگه دوست داشتی خیلی خانمانه کردی، اگر دوست نداشتی این کار این دوتا برادر. حالا اگه دوست داشتید صحنه‌ها رو ببینید از اینکه چجوری این سر رنگ شده توی فیسبوک پژواک که سری. البته من باید یه توضیح اینجا بدم که اونا همش دست چی میگن؟ توته بوده. فقط دو تا سه تا عکس انداختن گذاشتن و تمام این سه تا من رنگ کردم. چون دیگه خیلی سخته. ولی در حال میتونید یه سری عکس ها و ویدیو ها، فکر کنم یه ویدیو هم گذاشتیم نمیدونم روی فیسبوک، برای از آن دوست دارید میتونید برید ببینید. خب خیلی خوشحال هستیم که بعد از نزدیک دو ماه خدمت شما دوستان عزیز هستیم. فصل سوم برنامه 95 پژواک هستش و در این دو ماه ما قرار بود فرصت زیادی رو برای تهیه برنامه‌های پژواک بذاریم که 1001 پروژه دیگه هم رو سرمون ریخت، ولی سعی کردیم که به موقع همونطور که خدمت شما دوستان عزیز قول دادیم برگردیم. فکرهای جدیدی برای برنامه پژواک داریم. اولین فکر همین تغییر ست و رنگ و مجریان بود. چهرهشون البته اشکال ریش گذاشته و عرضم به خدمتتون، خدمت شما برگشتم. امیدوارم که بتونیم برنامه خوبی رو خدمت شما ارائه بدیم. نظرات شما همیشه به ما کمک میکنه، مخصوصا دوستان عزیزی که عناوین برنامه رو به ما پیشنهاد میکنن. این کمک میکنه که بتونیم اون چوری که شما دوستان عزیز میخواید این برنامه رو به پیش ببریم و در مورد اون صحبت بکنیم. خب مثل همیشه وقت رسید به پرسش و پاسخ. پرسش و پاسخ. من پرسش رو بخونم شما جواب بدید. برعکسش هم میشه. اگر عزیزان پرسش رو بذارم برای ما روی تصویر و برای بینندگان، بریم پرسش خواهیم برداخت. پرستش در روح و راستی به چه معناست؟ پرستش در روح و راستی به چه معناست؟ البته من فکر می‌کنم این سوال برگرفته از آیه در کتاب یوحنا باب 4 آیه چند 25 هست. خب می‌خوایم این بخش رو بخونیم. آیه 20 ارزم به خدمت 24 هست، ولی جنیفر جان از آیه 23 بخونید تا 24.
یکی از ساعتی می آید بلکه الان است که در آن پرستندگان حقیقی پدر رو به روح راستی پرستش خواهند کرد، زیرا که پدر مثل این پرستندگان خود را طالب است. خدا روح است و هر که او را پرستش کند می باید به روح راستی بپرستد. فقط یه داستان کوتاهشو بگم. داستان اینجاست که عیسی مسیح در با یک زن سامری، که زنهای سامری اشخاصی بودن، سامریان افرادی بودن که مرتود در بین یهودیان مرتود بودن، و حالا یک شخص یهودی، یک مرد یهودی، معمولا با زن سامری هم معاورت نداره، مصاحبت نداره، در کنار زن بودن این شخص سامری هم هست. حالا عیسی مسیح داره یک سری گفتگوها و دیالوگ‌هایی رو توی باب 4 انجیل یوحنا اتفاق میفته و در این مسیر داره مسیح خودش رو معرفی میکنه که چه شخصی است. حالا این صحبت ها به جای پیش میره که این زن سامری در مورد پرستش، در مورد آداب و سنت های خودشون و نوع پرستشی که انجام میدن پیش عیسی مسیح صحبت میکنه، و عیسی مسیح در پاسخ به اون داره میگه که پرستش واقعی چیه، و به جای میرسه که میگه که خدا روح هست و باید هر کسی که میخواهد خدا رو باید با روح و راستی بپرستد. همونطور که گفتید خود سامریان توی آیه 20 اگه برگردیم میگه که میگه زن برمیگرده میگه که پدران ما در این کوه عبادت میکنن، ما شما یهودیان در اورشلیم عبادت میکنید، و فکر میکرد چون عیسی مسیح یهودی هست، از زمینه یهود داره میاد، پس منظورش این هست که شاید میخواد فقط بگه پرستش درست در اونجا هست و داره نبوت، چون زن اعلام میکنه که تو نبی هستی، و داره نبوت نبی بودن خودش رو از زمینه یهود و پرستشش نسبت به اورشلیم میگه. ولی مسیح کاملا دیدگاه این زن رو عوض میکنه، اصلا مسئله جای پرستش رو عوض میکنه، البته تایید میکنه که مسلما جای پرستش در اورشلیم هست، برمیگرده به عهد عتیق که میتونیم از اون رو بررسی بکنیم با هم دیگه، ولی توی این بخش مسیح میاد یه دید دیگه میده و میاد میگه که اصلا جای پرستش ما و شما با هم مهم نیست، چرا که از این به بعد، و داره به اشاره به کار خودش میکنه که بر روی صلیب انجام خواهد داد، میگه از این به بعد پرستش حقیقی پرستشی که به روح و راستیه. حالا سوال اصلی اینجا پیش میاد، منظور مسیح از پرستش به روح و راستی چیه؟ چون سوال اعظم بیشتر روی این مسئله متمرکز هست که این کلمه روح و راستی چی، آیا این روحی که داره میگه روح القدس رو داره اشاره میکنه، آیا روح انسان رو داره اشاره میکنه که من باید با روح خودم، با چیز درونی خودم خدا رو بپرستم، و بعد راستی چیه که حالا کلمه راستی من به فارسی خورده فکر کنم درکش برای ازان خیلی سخته، تا برگردیم به اصل کلمه و نگاه بکنیم شاید بیشتر به کلمه حقیقت، به کلمه درست بودن پرستش اشاره میکنه. اما میخوام شما از این خود صحبت کنید، بعد من یه کوچیک دارم در این مورد اضافه خواهم کرد. یعنی منظورتون در مورد این راستی یعنی اون خالص بودن پرستش ماست در واقع؟ من فکر میکنم تو کلمه فارسی این برداشت میشه، ولی وقتی برمیگردید چه به انگلیسی میخونید و چه به اصل زبان میخونید، میبینید که کلمه‌ای که داره اشاره میکنه درست بودن پرستشه. و اگه یه خورده بخوایم عمیق بشیم در این مورد، من برداشتی که کردم با مطالعات متفاوتی که داشتم اینه که داره اشاره میکنه به پرستشی که مطابق شایستگی خداست، که برمیگرده به دونستن کلام خدا. ما خداوند رو از طریق کلامش میشناسیم، و وقتی میگه در راستی یا در حقیقت، یعنی پرسته، چون خود یهودیان دسترسی به متون قدیمی داشتن، که متون انبیا و اینا، سامریان این دسترسی رو نداشتن. به خاطر این اتفاقی که میفته وقتی داره اشاره به حقیقت راستی میکنه به پرستشی که در پایه و اساس درستی هست، و اون پایه و اساس درست از متون کلام خدا میاد که یهودیان در دست داشتن. پس من اونجوری که برداشت کردم از این بخش داره صحبت میکنه، کلمه راستی رو بیشتر در این بود داره صحبت میکنه. حالا شما از این میخوای اضافه کنید؟ من یه قسمت دیگر هم میخوام بهش اضافه کنم. خب صحبت اصلی که اینجا هستش، که البته محدود فقط به این بخش نمیشه، این هستش که میگه که خدا رو شما فقط در یک جای مشخص پرستش نمیکنید. حضور خدا مختص به یک معبد، به یک مکان مقدس و تقدیس شده که حالا معبد هستش، اینا میگفتن بالای کوه جریزیم هستش، نیست. خدا روحه. دارید در واقع میگه که شما باید یک بعد جدیدی از حضور خدا، یه شناخت جدیدتری از خدا رو داشته باشید، و همین خاطر میگه خدا روح هست توی آیه قبلی. حالا یه کتابی هم توی این قسمت معرفی بکنم، کتاب بسیار عالی هستش، تفسیر انجیل یوحنا است، The Gospel According to John، نویسندهش دی ای کارسن هست، نویسنده بسیار عالی هست که کتابای بسیار متفاوت و عالی داره، که توی این بخش به تفسیر این قسمت میپردازه و اشاره میکنه، میگه که در کنار این که صحبت در مورد اینه که خدا محدود به یک مکان نیست، اشاره میکنه که خدا روح هست. یعنی خدا، ما درک و شناخت ما از خدا باید خیلی متفاوت تر باشه. خدا خارج از این
دنیایی هستش یا اون خارج از اون محدوده حواس ما هستش که بخوایم اون رو تعریف بکنیم. نمیگه خدا یک روی هست، یعنی در واقع به ماهیت وجود خدا به عنوان یک روح اشاره نمیکنه، نمیگه خدا یک روی هست در بین ارواح، بلکه در مورد ماورای طبیعی بودن یا فرا باشنده بودن وجود خدا بهش اشاره میکنه. و حالا نکته دیگه‌ای که بهش توجه میکنه مسئله راستی هستش. و مسئله راستی توی کتاب مقدس همونطور که گفتی توی مثلا توی عهد عتیق خیلی بهش اشاره شده، به متون کتاب مقدس و به راستی. حالا یوحنا توی انجیل خودش وقتی مطالعه میکنه مثلا توی باب یک اشاره خیلی به راستی میکنه که این راستی رو که میگه در جسم به ما آشکار شد که عیسی مسیح، و بعد عیسی مسیح هم توی همین صحبت‌ها خودش رو به عنوان مسیح معرفی میکنه، به عنوان کریستوس که یکی از معدود اشخاصی است که توی انجیل یوحنا مسیح بودن عیسی رو از زبان خودش میشنوه. بنابراین وقتی که مسیح داره خودش رو معرفی میکنه، در واقع اون کانال واقعی، اون مجرای حقیقی رو که خدا از طریق اون مکاشفه نجات بخش رو داره معرفی میکنه. حالا صحبت اصلی روی نوع پرستش نیست، بلکه در مورد ماهیت پرستش حقیقی که خدا روح است، فرا باشنده است و ما نمیتونیم توی باب قبلی به نیقودیموس میگفت که این روح خداست که ما رو از بالا مورید میکنه، پس ما نمیتونیم خدا رو بشناسیم مگه اینکه خدای فرا باشنده روح خودش رو بر ما آشکار بکنه، و این طریق آشکار کردن خدای فرا باشنده و روح از طریق من هستش، از طریق راستی هستش. عیسی مسیح میگه من راه و راستی و حیات هستم، داره خودش رو معرفی میکنه. بله کاملا. بله اگر برگردیم کلا به متون عهد عتیق، قبلا هم راجبش صحبت کردیم که کل، حالا جدا از مسائل جزئی که توی عهد عتیق راجبش صحبت میشه، ولی کلیتش همه اشاره میکنه به اومدن مسیح، به شخصیت مسیح، به کار مسیح، به هدف اومدن مسیح. و در واقع همونطور که اینجا گفت، اینا دوتا با هم دست به دست هم میدن که ما در عیسی مسیح، چون میگه دیگه، میگه از این به بعد، و داره اشاره به این میکنه که چون من اومدم و الان به خاطر اینکه میگه من و پدر یک هستیم، من جلوه خدای نادیده، عیسی مسیح جلوه خدای نادیده است، که میاد نشون میده که حالا این ذات خداوند هست، من اومدم تا اون رو به شما نشون بدم. و بعد روح رو هم که اینجا من فکر میکنم بنظر کافی قشنگ بسیط توضیح دادیم. خواهی یک تلفن بگیریم و همزور ادام بدیم. رضای عزیز بفرمایید، شما روی خط هست. دوست عزیز رضا، سلام بر بیننده همیشگی برنامه دوست قدیمی ما. خیلی متشکرم، خیلی خوشحال شدم از اینکه دوباره همه برنامه شما رو می‌بینیم. ما همه هفته می‌دیدیم ولی تکرار بود. خیلی خوشحال شدم که دیدید زارید و مرد و مرد عزیز. خیلی تبریک میگم. مرسی، متشکرم از لطفتون. من در تو با خدا روح و راستیس نمیخواستم صحبت کنم، چون برادر خیلی قشنگ صحبت کرد. در تو با موضوع برنامه که جنگ و پاسخ ایمان مسیح چیه، اگه اجازه بدین به برنامه میخوره صحبت کنم. بفرمایید. اگه بخوام به این سوال پاسخ بدیم، اول باید برگردیم به این که من مسیحی تو جامعه چه کارهایی رو میتونم انجام بدم. آیا من مسیحی اصلا حق دارم تفکر سیاسی داشته باشم؟ آیا من مسیحی اصلا میتونم فرمانده ارتش باشم یا یه ارتشی باشم؟ مسیحی میتونم پلیس باشم یا اصلا میتونم توی سرویس امنیتی کشورم خدمت کنم؟ که پاسخ به این سوال رو میخوایم بدیم، میبینیم که یه مسیحی رو خدا خونده که در همه جا، یعنی هیچ جا رو مسیح برای فرزند خودش قدغن نکرده. تو نمیتونی به خاطر ایمان، به خاطر اینکه تو داری خدای واقعی رو پرستش میکنی، پس تو این جایگاه اجتماعی حق نداری بری، یا تو این جایگاه سیاسی حق نداری بری، یا تو این جایگاه اقتصادی مثلا نمیتونی فعالیت کنی. هیچ جای انجیل ما رو قلقن نکرد مسیح. ولی اینکه آیا جنگ من میتونم بکنم؟ جنگ یک یعنی داره که ما نسبت بهش واکنش منفی نشون میدیم. اون جنگی که مثلا در قرون وسطا اتفاق میفته به اسم مسیح و برای مسیح داره اتفاق میفته، نه، مسیح این رو به ما فرمان، مسیح به ما فرمان نداره که برای تشکیل کلیسا و بشارت یه الگوی خوب رسولان رو داره برای ما میذاره، اما شب آخرش هم یه الگو داره برای ما میذاره، میگه جنگ از آن منه. در تمام کتاب مقدس میخونی وقتی که به خاطر مسیح هست، میگه داوری از آن من است و جنگ از آن من است. ولی یک جاهایی هست که من فارغ از ایمان مسیحیم، دارم توی یک جامعه زندگی میکنم که غیر مسیحی هست، فرزند 6 ساله من هم هر قدار زندگی میکنه، اون بین ایمان مسیحی و یا غیر مسیحی اصلا تفاوتی براش نداره، فقط میخواد زندگی کنه.
اونجا هم که خداوند عطیه رو میده اتفاقا و میگه استفاده کن از این عطیه برای اونهایی که اصلا ممکنه مسیحی نباشن، متوجه هستم؟ برای اونهایی که اصلا ممکنه من رو نرشته باشن، اونجا جایی نیست که من دارم برای مسیح میجنگم، اونجا جایی نیست که من از عطیه نظامی خودم که خداوند به من داده و تربیتم کرده مثل جد بود هم مثل خیلی های دیگه در دعاوران برای کشور، برای سرزمین و برای اون محیط اجتماعی، محیط جغرافیای خودم به من اجازه داده بجنگم، ولی نه به اسم مسیح، نه برای مسیح، به اسم جنگ. این رو من نظر خودمون که اعلام کردم. خیلی مرسی، مرسی رضای عزیز، مرسی از تماستون. بله به حالا خواهیم رسید به اون قسمت ها، شاید این قسمت کوچکی از یک دیدگاه باشه که در موردش صحبت خواهیم کرد. مرسی رضای عزیز. یه تلفن دیگه هم بگیریم، نادر عزیز رو بعد با هم ادامه خواهیم داد. نادر جان از آلمان شما روی خط هستید. درود بر شما. سلام عزیزم. نادر عزیز مرسی. دو جوان و پسر عزیزم و دختر عزیزم چقدر قشنگ صحبت کرد، اخبار رو گفت. امروز یک ساعت پیش تلویزیون صدای آمریکا داشت با خانم شیرین عبادی صحبت میکرد، یه دختر دانشجو رو امروز شلاق زدن، دکتر هم بوده، به علت اینکه به رئیس جمهور اهانت کرده بوده در یک سال پیش و یک سال زندان. نمیدونم شما شنیدید یا نه. نه اطلاعی نداشتیم. بله، مسئله‌ای که من میخوام صحبت کنم مورد عزیزان ما، یعنی مسیحیانی که در زندان هستن الان و شکنجه میشن، که واقعا اینها هیچ پناهگاهی ندارن، و دیگر اون اطفالی که در کوچه و خیابانها در کارتونها زندگی میکنن که واقعا سرسام‌آوره. این هست که عیسی مسیح گفت این اطفال رو بیارید پیش من، اینها کسانی هستن که ملکوت آسمان در آنهاست. و دیگر در مورد ما مسیحیان، که من 10 سال مسیح هستم، یکی از اونها هستم، باید عزیزان مسیحی ما در روز اول مهر حتما بیان برای نجات اینایی که در زندان هستن. یک امیر ارتش در اول مهر تقاضای همخوانی کرده که واقعا ما مسیحیانی که بالاتر از میلیون ها هستیم باید در این روز بیاییم بیرون برای نجات این عزیزان ما. برای اینکه مسیح گفت هر که خواهد مرا دنبال کند حتما باید صلیب خود را برداشته به دنبال من بیاید. اگر کسی جان خود را به خاطر من هلاک کند آن را دریابد. در متی 16:24 خواستم ببینم که نظر شما در این مورد چیه. ممنون نادر. خیلی ممنون از تماستون نادر عزیز. چشم مختصری در موردش صحبت خواهیم کرد. و متاسفانه واقعا دل آدم به درد میاد. ما همیشه این رو گفتیم که در مورد موضوعاتی که میشنویم، آزار و اذیتی که به هموطنان، دوستان، همکیشان ما داده میشه، ولی خب نمیدونم واقعا چی باید گفت در مقابل اینجور شرایط. ولی در نهایت وظیفه ما اینه که همطور که گفته شد نور، صلح و آرامش رو بتونیم به عنوان یک مسیحی در دنیایی که داریم زندگی میکنیم بتابونیم. حالا ممکنه به شکل‌های مختلف باشه، ممکنه یک سری از عزیزان در زندان این کار رو انجام بدن و شاید ما در پشت صحنه با دعاهامون بتونیم این کار رو انجام بدیم. ولی متشکرم نادر عزیز و مرسی از این حس انسان دوستی و به قول معروف قلب مهربونی که داریم. خب خدا رو شکر، مرسی برای تماساتون. دوستان عزیز تلفن‌ها رو در ادامه برنامه خواهیم گرفت. اما کتاب هفته، بله کتاب هفته رو با هم دیگه نگاه کنیم. کتاب جدیدی هست که همین اواخر فکر می‌کنم اگر اشتباه نکنم تو یکی دو ماه گذشته منتشر شده. دوستان عزیز اگر ویدیو کلیپ رو بگذارن، ریشه‌های عمیق مسیحیت در ایران و میان اعراب، نویسنده دکتر جوزف هوفسپیان هست. این کتاب کتاب جدیدی هست که 2 ماه گذشته منتشر شده، نگاهی هست بر ریشه‌های مسیحیت در ایران و ریشه‌های عمیق مسیحیت. دکتر جوزف هوفسپیان ما ازشون مصاحبه که کردیم تاکید بسیار زیادی داشتن به واژه عمیق بودن در میان ایران، در ایران و در میان اعراب. و به فیض خدا ویدیوهایی رو هم که از برادرمون جوزف فیلم برداری کردیم خدمت دوستان عزیز خواهیم پخش خواهیم کرد. این کتاب رو میتونید از کتاب فروشی های معتبر خارج از ایران پیدا بکنید. داخل ایران فکر نمی کنم این در دسترس باشه. و
اگر خواستید دوستان عزیز توی آمریکا این رو تهیه بکنید با ما تماس بگیرید، ما اطلاعات تهیه این کتاب رو خدمت شما خواهیم داد. در مورد دوستانی که در اروپا زندگی میکنن باز با ما تماس بگیرید، ما اطلاعات رو از دکتر جوزف خواهیم گرفت و به شما خواهیم داد. ولی کتاب بسیار مفیدیه، یک مجموعه و گرد این نتیجه خوشون گفتن که نتیجه سالها تلاش. من اون دقیقاً یادم نمیاد بوده 20 سال شاید بیشتر فرصت گذاشته برای تحقیق این کتاب، پژوهش این کتاب. کتاب بسیار زیبایی است، مطمئنم قسمت‌های خیلی زیادی رو ازش وقتی عزیزان مطالعه کنن نکات جدید رو ازش یاد می‌گیرن. اگر توجه کردید در اون قسمتی که پخش شد شرکت کتاب هم این کتاب رو داره. اگر دوستان عزیز، من نمیدونم این امکان رو داشته باشن که بتونن کتاب رو ارسال کنن، ولی بخوای میتونید تماس بگیرید، ما تلفن شرکت کتاب رو به شما خواهیم داد، میتونید با اونها تماس بگیرید، شاید این امکان رو داشته باشن برای پست کردن کتاب‌ها از خارج از کشور. برای این کتاب رو من خیلی پیشنهاد می‌کنم بخونید، به خاطر اینکه می‌بینید که آشوری‌های عزیز چقدر نقش مهمی در بشارت کلام خدا داشتن. اگه اشتباه نکنم دو بابش در مورد آشوریان بله. عزیز هست که ما من با تشکر فراما از نویسنده این کتاب احال شما بر ما عزیز هستید چرا که هر عزیزی دلایل خودش رو داره. خدا رو شکر برای وجودتون. ما از سه قومیت نژاد متفاوت هستیم. شما هم عزیز از اینجا مرسی که به من گفتید. ارمنی، آشوری و فارس. عرضم به خدمتتون همه ما در مسیح یک هستیم و خدا رو شکر بخاطر اینکه این دیوار جدایی ها رو برداشته و میتونیم در عیسی مسیح با هم برادر و خواهر خوانده بشیم. بریم با هم دیگه شهادت زندگی هفته رو ببینیم، برخواهیم گشت، خدمت شما خواهیم بود با ادامه برنامه پیشواک. توی خانواده متوسط به دنیا اومدم، در دوران راهنمایی بیشتر به مسائل اسلامی علاقه داشتم، سعی میکردم قرآن بخونم، قرآن حفظ کنم، به گروه تواشی میرفتم، قاری قرآن بودم. به مراتب که سنم بالاتر میرفت دوران بلوغ و بعدش در زمان دانشگاه سعی میکردم از اون جنبه که اعتقادی که توم ریخته شده بود فاصله بگیرم و بیشتر جنبه تحقیقاتی و اون چیزی که خودم فکر میکنم بهش برسم. از ابتدای نوجوانی او با اشتیاق به دنبال خدا بود. او ترجیح میداد که خدا را به صورت حقیقی خود خداوند بشناسد و او را پرستش کند. اما همیشه به یه نقطه‌ای که میرسیدم اون اعتقاداتی که توم ریخته شده بود اجازه نمیداد که حقایقی که واقعا بودش بهش نزدیکتر بشم. در آن زمان به نتیجه ای نرسید. اسلام، دینی که او در آن به دنیا آمده بود، تنها راه شناخت او از خدا بود و او سعی میکرد که به صورت واقعی آن را به جای آورد. او اقدام به مهاجرت به اروپا نمود. وقتی که میخواستم از ایران خارج بشم، خیلی جالب بدونید هنوز اون اعتقاداتمو داشتم. از زیر قرآن رد می شدم به خاطر یه سری مشکلات قانونی هم که برای خروج از ایران داشتم. حتی خیلی به صورت معتقدانه یه دعایی بودش که خانوادم داده بودم، وجعلنا، اونو می خوندم که می گفتم فوت کن به صورت اون کسی که می خواهی از مرز رد بشی، اینو محافظتت می کنه. در بین سفرش در ترکیه به جای 3 روز 8 ماه مجبور به توقف شد. شرایط به قدری سخت بود که او خود را کاملا خالی احساس میکرد. برای جبران این قضیه یک روز جلوی یک مسجدی که روبروی اتاقم اونجا که اقامت داشتم بود، همیشه وای میستادم و با خدا راز و نیاز میکردم و ازش میخواستم که هر چیزی که فکر میکنه صلاح من هستش برام انجام بده تا من احساس خوشبختی کنم. شرایط سخت‌تر میشود. او شبانه مجبور به تغییر مکان میشود و در محل جدید. وقتی صبح بیدار شدم شروع کردم مثل چند هفته گذشته به دعا کردم، با خدا راز و نیاز کردم. تو رخت خواب بلند شدم، پنجره باز کردم، پرده زدم کنار و این بار به جای یک مسجد خیلی برام جالب بود که یک کلیسای قدیمی روبروی اتاقم بود. یه جورایی برام به صورت یه نشونه بود از سمت خدا، ولی اونقدر این نشونه رو جدی نگرفتم. نشانه خدا برای او قوی تر شد وقتی همخونه جدید کرد او درباره یک کلیسای فارسی زبان ایرانی برای او تعریف میکند. او به همراه دوست خود به منظور سیاحت به همان کلیسا میرود. وقتی وارد کلیسا شدیم دنبال پدر روحانی میگشتیم. وقتی رفتیم توی مراسم شروع کردیم اینجوری صلیب کشیدن مثل این فیلمایی که قبلا تو ایران حالا دیده بودیم، دیدیم که نه جو اصلا
این اون فیلم ها نیستش. جف خیلی صمیمی، خیلی همه دست میزنن، شادی میکنن، بالا پای میپرن. برام خیلی عجیب بود. کلیسا چه این کارا رو میکنم. همیشه تصویری که داشتیم یه شمع میذارن، دعا میکنن، زانو میزنن. ولی خب خیلی فرق داشت با تصویری که از قبل داشتیم. او یک احساس جدیدی را در کلیسا تجربه میکنه. و جو کلی اونجا به جوری بودش که خیلی رو من تاثیر گذاشت و واقعا احساس میکردم یه احساس نزدیکی با خدا دارم با اون جمعی که تا حالا برای اولین بار میاد تا حالا ندیده بودمشون. با اون جمع یه احساس نزدیکی میکردم. و وقتی که از کلیسا اومدم بیرون، مثلا با آدمی که یک ساعت پیش بودم خیلی فرق میکردم. اون موقع خیلی خالی بودم و این دفعه از کلیسا که داشتم خارج میشدم پر از روح خدا بودم، در صورتی که هنوزم ایمان نیاورده بودم. اومدم کتاب مقدسی که از کلیسا گرفته بودم شروع کردم ورق زدن، خوندم و بیشتر دوست داشتم ببینم که اوکی حالا مذاهب دیگه چی میگن راجع به خدایی که من قبلا دوستش داشتم. هانی مسلمان بود ولی به کلیسا میرفت و هنوز تمایل داشت تا خدای واقعی را بشناسد. در این بین با زمزمه‌های جدیدتری در مورد خدا و مسیح آشنا شد. در این حالی که داشتم تحقیق می‌کردم، کتاب مقدس می‌خوندم، کلیسا می‌رفتم، با بقیه مسیحی‌ها صحبت می‌کردم راجع به مسیح، همه چی خیلی خوب و قشنگ پیش می‌رفتش. لابلای صحبتاشون می‌شنیدم میگن آره خداوند مسیح، فکر می‌کنم خداوند به معنی سرور سالار، به خداوند که واسه خیلی چیزا استفاده می‌کنه. اما بیشتر که شد دیدم نه، واقعا منظورش خود خداست. و صحبت میکردم میگفتم نه، تبلور خدا در انسان یه خورده برام عجیب غریب بود، نمیتونستم هضم کنم قضیه رو. رفتم با کشیش صحبت کردم، گفتم شاید اینا اشتباه میگن، برام میگم اون چی میگه. اونم همین میگه، تازه خیلی صریح‌تر میگه و گفت مسیح خود خداست. تا جایی که هر چقدر برام توضیح داد میگفتم من نمیفهمم. یه خورده تو ذوقم خورده بود، بهم گفتش که برو خودت تو خونه دعا کن، از خدا بخوا که این قضیه رو برات روشن کنه. شب اومدم خونه و واقعا با تمام وجود، با تمام دل از خدا خواستم، گفتم خدا من دوست دارم این قضیه برام باز بشه، پس به هم نشون بده اگر واقعا این همه چیزا از تو هستش برام باز کن که میخوام تو رو بشناسم. اگر مسیح واقعا خداست، تو مسیح تبلور کردی، اینو برام باز کن، من نمیفهمم. این بار خداوند دعای او را پاسخ میدهد. ایشان خود را توسط عیسی مسیح برای هانی مکاشفه میکند. یک گشایش، یک مکاشفه توی قلبم به وجود اومد، یک شادی عظیم برام به وجود اومدش که انگار اصلا همه رنگ دنیا برام عوض شد. از اون لحظه به بعد اصلا دنیا رو به یه صورت دیگه می دیدم. یک روز که او با بقیه مشغول پرستش خداوند بود احساس کرد و لابلای دعاها برای اولین بار من تو جمع به صدای بلند دعا کردم تو کلیسا و اونجا ایمانم رو اعتراف کردم و واقعا احساس کردم روح القدس واقعا انگار همه وجودم رو تسخیر کرده بودش، حالت سرگیجه گرفته بودم. او مسیح را در قلب و ذهن خود میپذیرد و تصمیم به تعمید میگیرد. شریعت خاصی نبود که بگه این کار رو باید بکنی، صبح این کار رو بکن، شب این کار. جمله‌ای که یادم خیلی رو من تاثیر گذاشت این که شریعت رو تو قلب شما گذاشته، یعنی اون چیزی که تو قلبتون هستش احساس میکنید که واقعا نزدیک به خدا میشید، اون کار انجام بدید پس خوب هستش. و وقتی من این کار انجام میدادم احساس میکردم که اگر فکر میکردم مثلا این کار به خدا نزدیکم میکنه، انجام دادن لذت خوبی هم ازش میبردم. رابطه با مسیح هانی را به یک انسان کاملا جدید تبدیل میکند. او میگوید یکی از این تغییرات این بودش که دیگه کمتر عصبانی میشدم و نسبت به مسائل پیرامونم واکنش خیلی آرومتری نشون میدادم. و یکی دیگه از چیزهایی که خیلی برام جالب بود این که من توی زندگی قبلیم به راحتی سر هر مشکلی امیدم رو از دست میدادم و این بار به خاطر اینکه خدای واقعی رو شناخته بودم به اون اعتماد میکردم و امیدم رو بر اون بنا میکردم و هیچ وقت دیگه بعد از اون یادم نمیاد که امیدم رو به راحتی از دست داده باشم. و حتی من توصیه‌ام به تمام کسانی که این برنامه رو می‌بینن اینه که اگر می‌خواید عیسی مسیح رو بشناسید، دعا کنید براش و بذارید که خدا شخصیت واقعی و حضور واقعی عیسی مسیح رو خودش بهتون بشناسونه. و چون در صورت خدا بود، با خدا بودن را غنیمت نشمرد، بلکه خود را خالی کرده صورت غلام را پذیرفت و در شباهت مردمان شد و چون شکل انسان یافت شد، خیشتن را فروتن ساخت و تا به موت، بلکه تا به موت صلیب مطیع گردید.
از این جهت خدا نیز او را بقایت سرافراز نمود و نامی را که فوق از جمیع نام هاست بدو بخشید، تا به نام عیسی هر زانویی از آنچه در آسمان و بر زمین است خم شود و هر زبانی اقرار کند که عیسی مسیح خداوند است، برای تمجید خدای پدر. بله، خداوند عیسی مسیح آسمان رو ترک کرد و به خاطر ما بر زمین اومد. شاید این برای ما قابل درک نباشه که چرا عیسی مسیح این کارو کرد، ولی تنها جوابی که میشه داد به این سوال اینه که او ما رو محبت کرد و چون خدا محبت بود نمیخواست که ما در گناهان خودمون بمیریم، بلکه او اومد و جان خودش رو به جای همه ما بر روی صلیب داد تا زانوهای ما در حضور او خم بشه و بتونیم نجات رو دریافت بکنیم. دوست عزیز، امروز که داری این برنامه رو نگاه میکنی، آیا چه چیزی میتونه جلوی محبت خدا رو بگیره برای اینکه تو نتونی نجات رو دریافت بکنی؟ خداوندی که آسمان رو ترک کرد و بر زمین اومد، امروز فرصت هست که تو قلبت رو باز کنی، فکرت رو باز کنی، به این فکر کنی که من نیاز به نجات دارم و راهی باید باشه که گناهان من بخشیده بشه و اون راه تنها میتونه عیسی مسیح باشه. میخوام که با من دعا بکنی و این دعا رو تکرار بکنی، نه اینکه این دعا دعای جادوییه یا کلمات جادویی داره، بلکه اون احساس و فکری که در شما هست میتونه اون نجات رو توسط عیسی مسیح به شما بده. ای خداوند عیسی مسیح، امروز به حضور مقدس تو اومدم، میخوام زانو بزنم و اعتراف کنم که گناهکارم. میخوام بگم عیسی مسیح که نیاز به نجات دارم و میدونم که تو جانت رو بر روی صلیب به خاطر من دادی و خون پاکت ریخ تا امروز من بخشیده بشم و بتونم تقدیس بشم در حضور مقدس تو. میخوام از این به بعد زندگی خودم رو به دستای مقدس تو بسپارم و زندگی تازه‌ای برای تو و در تو آغاز کنم و میخوام ای پدر آسمانی زندگی گذشته منو پاک کنی پدر و زندگی تازه‌ای به من ببخشی، با این ایمان که تو محبت هستی و تو این راه رو از خیلی قبل پیش برای من مهیا کردی. میخوام زندگیم رو و تمام آیندم رو به دستای مقدس تو بسپارم، با این ایمان که تو شنیدی و تو جواب دادی میطلبم. آمین. دوست عزیز، اگر امروز واقعا این دعا رو با صمیم قلب انجام دادی از تمام قلب، پس وارد تجربه های جدیدی از زندگی خواهی شد و مطمئنم که نیاز به کمک ها و یا سوالات خیلی زیادی برای تو پیش خواهد اومد که دوست داری جواب اونها رو بدونی. میخوام که با ما تماس بگیری و از مشاورین ما راهنمایی بخوای و ما اینجا هستیم که تو رو خدمت بکنیم. با ما باشید. دوستان عزیز، هر وقت در مورد انجیل صحبت میکنیم در مورد دو تا حقیقت بسیار اساسی صحبت میکنیم. اول این که همه ما گناه کردیم و جلال خدا قاصریم. دوم این که در برابر شاه شاهان طغیان کردیم. حقیقت دوم اینه که شاه شاهان جان خودش رو بر روی صلیب برای نجات ما داد، برای اینکه محکومیت ما رو بر روی خودش بگیره. آیا شما در برابر این کار فداکارانه عیسی مسیح عکس العمل مثبت و پاسخ مثبت نشون بدید؟ با ما تماس بگیرید تا در مورد این حقیقت بسیار زیبا در مورد انجیل مقدس با شما دوستان صحبت کنیم. با ما باشید. تاریخ گواه بر خونریزی‌های بسیاری بوده است. کشته شدن هابیل به دست برادرش قائن تا جنگ‌هایی که امروز شاهدان هستیم از این حقیقت تلخ سخن می‌گوید. به نظر می‌رسد هر چقدر در زمان به پیش می‌رویم، کشتار انسان‌ها وسیع‌تر و آسان‌تر به انجام می‌رسد. سیاست‌های دول، اعتقادات مذهبی، نیاز به قدرت و حکمرانی جهانی گاهن محرک و آغازکننده خونریزی‌های بسیار بوده است. همه ما از وجود این پدیده انسانی آگاهیم و درد و تلخی آن بر هیچ کس پوشیده نیست، اما پرسشی که باید از خود بپرسیم این است: واکنش یک مسیحی در زمانی که کشورش در جنگ به سر می‌برد چگونه باید باشد؟ کلیسا در پاسخ به این پرسش همواره پاسخ یکسانی نداشته است. کشیش جورج که شبان کلیسای شرق آشور است در این زمینه می‌گوید: کتاب مقدس به ما می‌آموزد که قتل گناهه. این یک حکم، قانون ششم و دستور خداونده
و در همان زمان کتاب مقدس می‌آموزه که ما باید مطیع دولت حاکم در زمان خود باشیم. برای نمونه در کتاب رومیان باب 13 آیه 1 و 2 اینطور میگه: همه باید از اولیای امور اطاعت نمایند، زیرا بدون اجازه خدا هیچ قدرتی وجود نداره و زمامداران فعلی رو خدا منصوب کرده. از این جهت که هر که با آنها مخالفت کنه با آنچه خدا برقرار کرده مخالفت میکنه و با این کار خود رو محکوم خواهد کرد. پس در اینجا میبینیم که در کتاب مقدس به ما تعلیم داده شده که مطیع باشیم در برابر زمامداران منصوب شده از طرف خدا. و باز در کتاب عبرانیان باب 13 آیه 17 گفته شده: از رهبران خود اطاعت و پیروی کنید، زیرا آنان پاسداران جانهای شما هستند و در برابر خدا مسئولند. طوری رفتار کنید که آنها از خدمات خود راضی و خوشنود باشند و نه ناراحت، چون در آن صورت نفعی عاید شما نخواهد شد. پس می‌بینیم که رهبران حکومت در برابر اشتباهاشون به خداوند جوابگو هستند. پس اگر من در کشور یک سرباز هستم، قدرتی بالاتر از من هست که من مطیع اون هستم. و اگر از افرادی که قدرت رو در دست دارن خطایی سرزد که مخالف کلام خدا باشه، خود آن افراد جوابگوی اعمال خود خواهم بود. زیرا باز کلام خدا در کتاب لوقا چنین تعلیم میده که از وسوسه ها گریزی نیست، اما وای به حال کسی که سبب وسوسه باشه. اما در همان حال گروه های مسیحی دیگری نظرات متفاوتی در این خصوص داشته، معتقدند که جنگ به هر نوعی و در هر شرایطی با تعالیم مسیحی تناقض داشته و یک مسیحی باید از آن دوری کند. خب به قسمت اصلی برنامه که شاید خیلی منتظر اون هستین رسیدیم. بله، میخواییم در مورد جنگ و دیدگاه مسیحی صحبت بکنیم که البته خیلی سخت صحبت کردن در مورد اون، ولی خب برادران ما از پسش بر ما هر چی ما اگه تا حالا نتونستیم اون هدف‌ها و مقصودهایی رو که توی برنامه پژواک داشتیم به کمال برسونیم، یک چیزی رو تونستیم. یکی از عزیزان داره تکس میفرسته با یکی از چهره های قهوه تلخ. عرضم به خدمتتون، اگر تا حالا نتونستیم اون چیزی که توی فکر داشتیم انجام بدیم، یک کاری رو فکر کنم حداقل توی پژواک تونستیم با عزیزانمون در بینندگان عزیزمون ارتباط برقرار بکنیم و این رو بگیم که دیدگاه های متفاوت مسیحی در مورد موضوعات گوناگون وجود داره. بله. یعنی فقط اون چیزی رو که کلیسای من تعلیم میده دیدگاه قاطع و نهایی و یا تنها دیدگاه آموزه‌ای توی یک دیدگاه الهیات مسیحی نیست. ما الان از سه تا دیدگاه متفاوت شاید داریم به یک مسئله مختلف نگاه میکنیم. حتی مسئله جنگ رو که امروز قرار با هم دیگه صحبت بکنیم، من میدونم که ما داریم از زاویه‌های مختلف اون رو بررسی میکنیم. اینه که قصد ما این هست که بتونیم از زوایای مختلف به یک موضوع مشخص نگاه بکنیم و یه مقدار تعصب رو کنار بگذاریم و با فکر باز، اگر دیدگاهی هم قرار اون رو رد بکنیم، دلایل اون دیدگاه رو بدونیم و بتونیم با دلایل کافی اون رو بگیم که آقا این مطابق کتاب مقدس نیست و من یک مسئله دیگه ای رو بهش اشاره میکنم و طبق اون دیدگاه خودم رو ثابت کنم. ما این درک رو داریم که مسئله خیلی مشکله. یعنی بعضی وقت خود ماها راجع به مسائلی که با هم دیگه صحبت میکنیم، خب ماها هم توی کلیساهای مختلف رشد کردیم و تعالیم مختلف داشتیم و یه دفعه مثلا یه دیدگاهی اصلا شوکه میشیم که طرف مقابل ما مثلا اینطوری داره، مثلا یه دیدگاه کاملا متفاوت. ولی وقتی میشینیم با هم صحبت میکنیم، خودمون حداقل احساس میکنیم که حالا حداقل من دو سه تا دیدگاه رو میدونم که احساس میکنم با اون چیزی که کلام خدا رو دارم مطابقت میدم، این دیدگاه نزدیکتر. پس تشویق ما این هست که شما عزیزان هم بتونید مطالعاتتون رو گسترش بدید در کلام خداوند و مسلما به کلیساتون مراجعه بکنید، از کشیشانتون هم سوال بکنید، بگید من سه تا دیدگاه رو مطالعه کردم، شما در مورد این سه تا دیدگاه چی فکر میکنید؟ بذارید اونها هم راجع به دیدگاه مختلف نظرشون رو به شما بگن تا شما متقاعد باشید نسبت به اون چیزی که در کلیسای شما هم تعلیم داده میشه، چون همه ما موظفیم که برای بنای همدیگه تلاش بکنیم. خب مسئله جنگ وقتی پیش میاد، یک چیزی هم توی پرانتز بگیم، موضوعهایی رو که توی هفته‌های آینده از این هفته به بعد داریم نگاه می‌کنیم، سعی می‌کنیم که این مقدار هم جنبه کاربردی داشته باشه و به زندگی امروز ما هم ارتباط داشته باشه. البته به مسائل انتزاعی و الهیاتی برای بعضی از عزیزان خشک خواهیم پرداخت در مورد تسلیس و مسائل دیگه، اما مسائل اخلاقی و
بخش‌های کاربردی مسیحی رو که در زندگی روزمره باهاش برخورد پیدا می‌کنیم اون رو هم نگاه خواهیم کرد. مسئله جنگ مسئله این هستش که حداقل ما ایرانیا باش آشنا هستیم. ما 8 سال جنگ داشتیم با عراق و در این 8 سال جنگ مطمئنم خیلی از مسیحیان این سوال در ذهنشون به وجود اومده که با در نظر داشتن که 2 سال خدمت سربازی یک مسئله الزامی هست در کشور ما ایران، خب من اگر به جنگ خونده بشم و برم در خط مقدم و به اسلحه به دستم بدم، من به عنوان یک مسیحی برخورد و واکنشم چگونه باید باشه؟ آیا باید من اطاعت کامل از دولت خودم بکنم و برام مهم نباشه که این جنگ بر روی چه چیزی شروع شده و بنیاد این جنگ چی، دلایل این جنگ چیه و من فقط صحبت‌های دولت رو قبول بکنم و با او همسو بشم و جنگ بکنم با دشمنم، یا اینکه باید یک سلجو باشم به نوعی که اصلا با هر گونه جنگ مخالفت داشته باشم، و یا باید بسنجم ببینم که کدوم جنگ با موازین کتاب مقدس مخالفت داره و کدوم ها میتونه یک جنگ عادلانه باشه. این رو من گفتم به خاطر میگم 3 تا دیدگاه مختلف وجود داره در این مسیر. گروهی هستن که میگن که ما اگر تحت حاکمیت یک دولت و تابعیت یک دولت قرار داریم، هر آن چیزی رو که دولت به ما دیکته میکنه در چارچوب قوانین و مقرراتی که صادر کرده، ما به عنوان مسیحیان موظف هستیم که اون رو اطاعت بکنیم. سوال و پرسش این نیست که آیا این صحبت‌ها درسته یا نادرسته یا قوانین عادلانه است یا نه. من به عنوان مسیحی مجبورم اون رو اطاعت بکنم، حالا داوریش بر سر دولت و مسئولین دولت خواهد بود. من پاسخگو نیستم. گروه دیگه میگن که من سلجو هستم و در هر شرایطی باید از جنگ خودداری بکنم، اجتناب بکنم و خشونت رو نباید پایه و اساس کارم بذارم. گروه دیگه هم هستن که این رو به همین گونه خیلی سیاه و سفید نگاه نمی‌کنن و اون رو بررسی می‌کنن، میگن که ممکنه در شرایط مختلف جنگ‌ها عادلانه باشه و بتونیم اون رو تایید بکنیم. من فقط این 3 تا موضوع مختلف، این 3 تا دیدگاه مختلفی که در کلیساها وجود داره خدمت شما گفتم که بعد با هم به دلایل مختلف اخلاقی و فلسفی و یا حتی اجتماعی و کتاب مقدس این رو بپردازیم که چگونه این رو بررسی می‌کنیم. من فکر می‌کنم می‌خواد اول با موافقین جنگ شروع بکنیم، چون شاید یه خورده سخت باشه، یعنی افراد فکر کنن که کتاب مقدس در جهت موافقت جنگ یه خورده کمتر آیه یا صحبت‌ها داره. بیاید از اون شروع بکنیم و بعد سعی می‌کنیم که تقریباً همه دیدگاه رو بهش نگاه بکنیم. دیدگاه اول موافقین جنگ از دو دیدگاه بهش نگاه میکنن، دیدگاه که دلایل کتاب مقدسی رو براش میارن و دیدگاه فلسفی رو میارن براش. هر دو دیدگاه هست برای موافقت جنگ مسیحیانی که در کشوری هستن که اونها رو ملزم میکنه به جنگ، وارد شدن در جنگ. من میخوام از دلایل الهیاتیش اول بگم، ولی اگه اجازه بدید یکی دو تا دلیل کتاب مقدسی رو خیلی کلی بگیم. دلیل اول اینه که خداوند در کلام خودش نظم رو به ما یاد میده. اگه بریم توی اول قرنتیان برای مثال 14-13، جنیفر جان اگه اول قرنتیان 14-13 رو با هم دیگه نگاه بکنیم بهش، کلام خدا در راجع به نظم صحبت میکنه و دولت و برقراری دولت در یک کشور برای بازسازی و برای ایجاد نظم در داخل کشور است. آیه 33 فکر میکنم اگه تا 40 اگر ببینید چطوری هست. زیرا که او خدای تشویش نیست بلکه خدای سلامتی. میخوام شده رو همین حالی تمرکز بکنیم که خداوند برای سلامتی و برای پیشرفت جامعهش نظم رو صحبت میکنه. میخوام ببینم آیه بعدیش در ادامهش میخواد بخونید ادامهش رو؟ حتی نه بقیهش مربوط به این بحث نمیشه، ولی کلن قانون اولی که در کلام خدا حتی از پیدایش میبینیم در آفرینش و بعد در برقراری دولت ها و نظمی که خداوند قائل میشه این هست که خداوند میخواد یک نظمی برقرار باشه. تو ادامه اون آیه راجبه این صحبت میکنه که در کلیسا باید نظم باشه، پس زنها این کار بکنن، مردها این کار بکنن، کسایی که میخوان بقیه 14-30 رو بخونن، ولی در کل یک بخش کلی است. پس ما به خاطر برقراری و نگه داشتن نظم کشورمون باید حداقل باید تا یه حدی فعلا اولش بگیم زیر اون چیزی که حکومت ما به ما میگه بریم و اون رو اطاعت بکنیم، وگرنه بی‌نظمی ایجاد میشه. اما اگه اجازه بدید من دوست دارم برم توی باب 13 اول قرنتیان. توی این باب من فکر می‌کنم شاید روشن‌ترین بابی هست که کلام خدا استفاده می‌کنه. رومیان یا قرنتیان؟ رومیان 13:1-7. رفتم قرنتیان 14 دیگه از اون برنگشتم. 7 تا دلیل رو پولس در اینجا میاره برای تایید در واقع اینکه
هر کسی که در کشوری هست باید دولتش کاملا متابعت بکنه. دلیل اول خدا دولت رو تعیین کرده. من فکر می‌کنم این باب ارزش خوندن داره، چون می‌خوام به این نکات هم اشاره بکنیم. اگر لطف کنید این باب رو بخونید. رومیان 13:1 تا بخونید 1 تا هر شخص مطیع قدرت‌های برتر بشود، زیرا که قدرتی جز از خدا نیست و آنهایی که هست از جانب خدا مرتبط شده است، مرتب شده است. حتی هر که با قدرت مقاومت نماید، مقاومت با ترتیب خدا نموده باشد، و هر که مقاومت کند حکم بر خود آورد، زیرا از احکام از حکام عمل نیکو را خوفی نیست بلکه عمل بد را. پس اگر می‌خواهی که از آن قدرت ترسان نشوی، نیکویی کن که از او تحسین خواهی یافت، زیرا خادم خداست برای تو به نیکویی، لیکن هرگاه بدی کنی بترس، چون که شمشیر را عبث بر نمی‌دارد، زیرا او خادم خداست و با غضب انتقام از بدکاران می‌کشد. لحاظا لازم است که مطیع او شوی، نه به سبب غضب بلکه به سبب شمشیر خود نیز، زیرا که به این سبب باج نیز می‌دهید، چون که خدام خدا و خدام خدا و مواظب در همین امر هستند. پس حق هر کس را به او ادا کنند، باج را به مستحق باج و جزیه را به مستحق جزیه و ترس را به مستحق ترس و عزت را به مستحق عزت. خب هفت تا مورد اونجا اشاره میکنه، من خیلی سریع برم چون دیدگاه ها زیاد هست. اول میگه خدا دولت رو تعیین میکنه، پس میگه چون خدا دولت رو تعیین کرده ما باید مطیع باشیم. دوم، مخالفت با دولت رو مخالفت با دست نشاندگان خدا میدونه، چون خدا گفتیم دولت رو تعیین کرده. دلیل سوم، کسانی رو که مخالفت میکنن باید مجازات بشن، و میگه پس شما نباید مخالفت بکنید که زیرا مجازات بخواید برید، چون باز هم دولت دست نشاندگان خداست. چهارم میگه دولت برای مهار بدی هست، پس اگر شما نیکوکار هستید و نیکویی میکنید شما بیشتر آسایش خواهید بود. پس این یک دلیل دیگه است که پولس میده که شما باید اطاعت بکنید، چرا که دولت قرار مهار کنه بدی رو. دولت دلیل پنجم باعث افزایش نیکویی و بهتر شدن وضع جامعه باید باشه، پس باز هم مسیحیان باید در اون مسیر حرکت بکنن در اطاعت. دلیل ششم، دولت قدرت از خدا داره تا مجازات برای نااطاعتی بکنه. اگه کسی نااطاعتی میکنه دولت باید اون رو سر جاش بنشونه و بتونه نظم جامعه رو برگردونه. و دلیل آخری که میده آسایش وجدان هست، که پولس این هفته رو تو این باب 13 میاد. خیلی شاید من میگم واضح ترین بابی که توی حداقل عهد جدید راجع به این مسئله اطاعت افراد از حکومت صحبت میکنه. میگه علی میگم خیلی مسئله سختی است، به این راحتی نمیشه ازش گذشت. دیدگاه های مختلف دلایل کتاب مقدسی خودشون دارن. حالا ما به بخش دیگه نگاه بکنیم، کسایی که سولجو هستن دلایل آیات کتاب مقدسی در رد این مسئله میارن. حالا میخوایم این رو با هم دیگه بیشتر حتما نگاه بکنیم. اول یک تلفن بگیریم، ولی پیش از اینکه تلفن رو بگیریم، دوستان عزیز بیننده لطفاً یک قلم و کاغذ داشته باشیم. من شماره تلفن تماس با ما رو خدمتتون بگم. عزیزان میگن که شاید ممکنه اون نوشتاری که زیر صفحه تلویزیون هست به اندازه کافی بزرگ نباشه و شما دوستان عزیز نتونید رو بخونید، برای ما این قلم و کاغذ داشته باشید. بعد از این تلفن خدمت شما اعلام خواهم کرد. الهام عزیز شما روی خط هستید، بفرمایید. سلام. سلام جان، صداتون رو دارین؟ خوب هستی شما برادر عزیز؟ سلام الهام عزیز، خوب هستی خواهرم؟ شما بستیم برادر. سلام خواهر جنیفر. سلام عزیزم، خوبی؟ خوشحالم میبینمتون. مرسی عزیزم، خوبم. و برادر عشقان عزیزم، خوب هستیم شما برادر. مرسی، ممنون. با صدای شما رو میشتویم. خوب هستیم. خیلی همچنین برادر. داشتیم من یه بار 20 دقیقه پشت خط بودم، قطع کردم و دوباره برادر عشقان رو دیدم و رنگ تکارشونستم فرنه دوباره تماس گرفتم تا قطعه بودم. بعد از تو خیلی قیافت 180 درجه عوض شده. عزیزی، مرسی، اونم بهتر شده. خیلی میاد. کارش نه حقیقته. و رنگ دکوراسیون هم اصلا نمیدونم، شاید من اینطورم آرامش داره، حتی خیلی بلرسی. و درباره همین و درباره سوال درباره همین بحثی که داشتیم، جنگ و مسیح، این برادر عزیز که با این سومین بار زنگ میزنه، برادر نادر عزیز که نمیدونم چی میگه و بهشون زندان و نمیدونم تو ایران، و از این برادر خواهش میکنم اول این حرفا رو نزنن. قدرت هیچ انسان، هیچ آدم یا هیچ انسان که ایمان آوردیم به عیسی مسیح، از عیسی مسیح که بالاتر نیست. ما میتونیم با دعا فقط دعا. ما یا عیسی مسیح به ما گفته که شورش نداشته باشیم،
بینندگی نداشته باشیم، با محبت، با صبر، با آرامش، با ملایمت همه چی رو باید ثابت کنیم، وگرنه خدا قدرتش از همه انسانهای روی کره زمین بیشتر خواهد تهاجمی باشه و تهاجم بیاره بیشتر. برادر یا خواهرایی هم که تو زندان هستن، خدای اون زندانیا واقعا فشار از پشت شدن. اینکه زندان ایران جایی نیست که بخوان این کلمات یا از عیسای مسیح بشنون. اینم برای خیریت طبق کلام خدا که گفته همه چی برای آنان که خدا رو دوست دیدن و فرا خوانده شدن، همه چی به خیریت آنها و همین برادر. مرسی الهام عزیز، ممنون از تماستون. ما هم همینطور به هر حال با ما در تماس باشین. مرسی از کامنت ها و صحبت های قشنگتون. اوکی، خدا نگهدار. به هر حال این هم دیدگاه دیگه ای هستش که در مورد صحبت خواهد شد. من شماره تلفن رو که قول دادم به دوستان عزیز این یادداشت بکنید، شماره تلفن در آمریکا هستش 201-212-365-6873 201-212-365-6873. بنابراین اگر شماره تلفن پایین کوچیک است به من بگید ما عوضش کنیم. اما خب ما این دیدگاه های مختلف که نگاه میکنیم، هر دیدگاه دلایل مختلف داره. شما به دیدگاه کتاب دلایل کتاب مقدسیش اشاره کردید که گفتی که خب کتاب مقدس میگه که دولت رو خدا قرار داده و باید ما مطابق آن چیزی که دولت بر ما دیکته میکنه عمل بکنیم. دلایل آیات توی عهد جدید داره، آیات توی عهد عتیق داره که حالا اون رو بهش فرصت نیست چون برنامه خیلی وسیع تعلیمی نیست، داریم فقط خیلی تیتروار بهش نگاه میکنیم. آیات مختلف داره که اینها رو از عهد عتیق و عهد جدید نگاه میکنه. دلایل فلسفی این بخش دلایلی هستش که خیلی به قول معروف محبوبه بین این گروهی که این رو صحبت میکنن. یک کتاب رو هم معرفی بکنم، نورمن گایسلی کتاب بسیار زیبایی داره به اسم Christian Ethics یا اخلاقیات مسیحی. نورمن گایسلی فیلسوف و الهیاتدان و مدافع کتاب مقدس هستش که پی اچ دی‌اش رو از لویلا یونیورسیتی آف شیکاگو گرفته و فکر میکنم تو دانشگاه وریتاس هم، وریتاس ایوانجیکال سمیناری هم تعلیم میده، پروفسور هست. کتاب بسیار زیبایی هست. خیلی این کتاب رو توی هفته های آینده برای موضوعات مختلف خدمت دوستان عزیز معرفی خواهیم کرد، چون از بخشی از این استفاده خواهیم کرد. نورمن گایسلی اشاره میکنه به یک کتابی که افلاطون نوشته و در این کتاب در مورد سقراط صحبت میکنه. سقراط معلم افلاطون بود همونطور که میدونید و محکوم به مرگ میشه به خاطر ترویج بیخدایی. اون رو محکوم به مرگ میکنن و قرار سمی بنوشه و کشته بشه و خیلی ها میان و به سقراط، حالا افلاطون تو این کتاب خودش داره نقل قول میکنه از سقراط و بهش میگه در موردش صحبت میکنه، میگه که به سقراط میگن که مخالفت بکن، مبارزه بکن با این حکمی که دولت میده و نباید این رو پذیرفت. چرا تو مطیع حکم دولت برای حکم اعدامت میشی؟ و دلایل مختلفی رو سقراط مطرح میکنه به خاطر اینکه چرا من مخالفت نمیکنم با حکم اعدامی که دولت به من داده. که من فقط عناوینش رو میخونم، بعد اگر فرصت بکنیم میتونیم با هم دیگه رو نگاه بکنیم. 5 تا دلیل میاره، یا میخوام من یکی یکی هر کدوم یکی رو نگاه میکنیم. اولین دلیل رو که اعلام میکنه سقراط میگه که دولت والد مردمه. یعنی میگه هر انسان هر انسانی، هر طبعه، هر شهروندی زیر نظر دولت به دنیا میاد و رشد میکنه و این دنیایی که این انسان در اون به دنیا میاد محیطی هستش که این دولت تهیه کرده با قانونمندی خودش، با موازین خودش، با اون چهارچوب اخلاقی و قوانین اجتماعی که قرار داده. انسان‌ها که به دنیا میان در این چهارچوب، در این محیط به دنیا میان و زندگی میکنن. بنابراین به خاطر اینکه دولت هستش که این محیط رو تهیه کرده، دولت والده عرضم به خدمتتون انسان هستش و باید انسان مطیع والدین خودش باشه و اون رو اطاعت بکنه. بنابراین هر چیزی که دولت میگه نباید نهی در کار باشه و مخالفتی رو ازش نشون بده. درسته. و نکته دوم اینه که میگن دولت معلم مردمه، چون که دولته که ابزارهای لازم رو در محیط مناسب و دانش کافی رو به انسان‌ها میبخشه و به جهت دولته که مردم به جای اینکه ببخشید این کلام میگم وحشی باشن متمدن میگردن. به هر حال این نظریه که گفته شده. نکته سوم اینه که هر شهروند موظف به اطاعت از دولت خودشه.
این تو اینجا سوالات بحث رو مطرح میکنه که به نظر من شاید یک بخش از جواب کسانی که توی فشار هستن توی کشورهای که برات جنگ رو بر مسیحیان جبر میکنن، و اون این هست که میگه اگر شما یا مادامی که شما زیر یک همچین دولتی زندگی میکنید باید مطیع اون دولت باشید، چرا که شما با بودنتون در اون کشور در اون زیر اون دولت پذیرفتید که مطیع اون قوانین باشید. این به این معنیه که اگر من نمیخوام مطیع این دولتی باشم که دارم باهاش زندگی میکنم، من باید از این سرپرستی این دولت بیام بیرون و برم یک جای دیگه. و ما میدونیم خیلی از مسیحیان و نه فقط مسیحیان، جا داره که واقعا از بقیه اقلیت ها مثل بهائیان که چقدر امروز در ایران یا جاهای دیگه زیر فشار هستن صحبت کنیم، که راه حلی که برای اینا شاید وجود داره اینه که اینا از زیر سرپرستی دولت هایی، حالا ایران شاید یکیش از خیلی دولت های دیگه ای که زیر فشار هستن، بیان بیرون و به یک جای دیگه برن. پس اینجا این رو مطرح میکنه که مادامی که من در یک جا زندگی میکنم من موظفم که اطاعت کنم، اگر نمیخوام اطاعت کنم میتونم برم یک جای دیگه و زیر اونجا زیر سرپرستی اونجا باقی بمونم. اینو شما قسمت 4 هم گفتید که آزاد هستیم که تابعیت خودمون رو عوض بکنیم. اگر کسی در یک جایی زندگی میکنه تحت تابعیت یک کشوری زندگی میکنه باید تمام قوانین رو بپذیره، اگر از قوانین اون مخالف هستش تا زمانی که زیر یک حکمی قرار نگرفته، حالا یا محکوم نشده و یا یک حکم برای او صادر نشده، آزاد هستش که کشور تابعیت خودش رو ترک بکنه به یک کشور دیگه بره، به یک شهر دیگه با قوانینی که مورد پسند خودش هست و اونجا از قوانین کشور اول آزاد بشه، قوانین کشور دوم رو بپذیره و اون رو ادامه بده. و نکته پنجم و نکته آخر اینه که میگه بدون وجود دولت اجتماع با هرج و مرج روبرو میشه و برای داشتن و حفظ یک جامعه قانونمند هر شهروندی موظف به رعایت قوانینیه که توسط اون دولت به قول معروف گذاشته میشه هستش. این صحبت هایی هستش که افلاطون 5 تا نکته رو افلاطون از زبان سقراط اعلام میکنه توی کتاب خودش و میگه که این دلایل وجود داره به خاطر اینکه دلایل رو میاریم به خاطر به این که این رو ثابت بکنیم که شهروندان باید از دولت خودشون پشتیبانی میکنن. هر عملی رو که دولت انجام میده، از هر نوع جنگی که وارد اون میشه، هر تصمیمی که برای اداره دولتش میگیره، ما موظف هستیم که بهش بله بگیم و اون رو تایید بکنیم. این صحبت هایی هستش که کسانی که موافق جنگ هستن و میگن که باید مطیع دولت بشیم استفاده میکنن. امروز هم حتی این دلایل افلاطون هم استفاده میشه برای مباحثات خودشون، دلایل زیادی هم بهش نیافزودن که بخوان صحبت خودشون رو از لحاظ این دلایل فلسفی خودشون رو اعلام بکنن. ولی این چهارچوب اصلیه هستش که دلایل فلسفی گروهی که موافق جنگ هستن درش مطرح میشه. صحبت هایی هم که گفتیم از افلاطون میتونید در کتاب کریپتوشون پیدا بکنید. خب یه نکته جالبه، حالا توی این صحبت‌ها که مطرح میشه شاید دوستان عزیز بهش حتما توجه کردن، توی جنگ هر دو طرفین ادعا میکنن که بر حق هستن. این گروه میگه که این ما مظلوم واقع شدیم و جنگی که ما انجام داریم دفاع از خودمونه و ما حق رو داریم، گروه دیگه دقیقا همین صحبت رو انجام میدن. یعنی آخر مسئله اینجا مطرح میشه که واقعا کی از دیدگاه چه کسی حق باید این صحبت رو پذیره و حق در واقع اینجا چه کسی در واقع این ضعف این دیدگاه رو به نوعی داره نشون میده. خب بریم سراغ سوالجویان، به همه وقت بدیم سوالجویان دفاع بکنن. سوال یه دوست عزیز هم بگیریم بعد بریم ادامه بدیم. دانیال عزیز بفرمایید، فقط تلویزیون رو خاموش بکنید لطفا. سلام، اگه ممکن تلویزیون خودتون رو کم بکنین صداشو و بعد با ما صحبت کنین. الان کم کردم صداشو. بله عالیه، بفرمایید. خسته نباشین. ممنون، تشکر از برنامه‌تون. مرسی از تماستون. بهتون میگم متشکرم. ممنونه. بعد یه نظری داشتم. بله. که فخر جامعه رو بگیره، این باید برای جنگ وجود داره یا نداره؟ جنگ فقر. جنگ فقر؟ یعنی افرادی که زیر فشار فقر هستن برای به دست آوردن حقوقشون با کشور به جنگ با دولت. مرسی. بله. یعنی سوال تو اینه که همچی جنگی وجود داره یا خیر، درسته؟ در واقع صحبت میکرده باید علیه دولت قیام کرد و اون رو بازخواست کرد. مرسی از سوالتون شد. ممنون از تماستون. خب فکر میکنم جواب این سوال در طی این هم داده خواهد شد. به هر حال ما اینجا نیستیم که بخوایم جواب مستقیمی که بله یا خیر به این نوع سوالات بدیم، بلکه به هر حال
خودتون برداشت کنیم، برداشت آزاده. میخواید یه چیز کوچیک فقط در مورد سوالشون بگم چون مطمئن نیستم که بعداً بتونیم وقت کنیم برگردیم به صحبتشون. این هست که شما مسئله فقر رو مطرح کردید. مسئله فقر برمیگرده به چند تا چیز. یک اینکه آیا من قابلیت هام اونقدر پیشرفت نکرده یا اون شرایط رو ندارم به خاطر تحصیلاتم یا به خاطر شرایط بزنسم که در فقر افتادم یا نه؟ مقصر دولت است. اگر منظورتون بود که دولت مقصر اصلی فقر در جامعه هست، شما دارید صحبت میکنید که تمام جامعه زیر فقر است. خب مثلا من به نظر من هم در همه کشورها این هست که مردم بلند میشن نظر خودشون رو میگن، میگن ما به این از این نظر میخوایم این مسئله عوض بشه در کشور ما، میخوایم به این فرض کنید نشیدم که یارانه ها رو یه خورده قطع کردن تو ایران و این مسائل برای مردم از لحاظ مالی مشکل ایجاد کرده. و خب حق دارید شما که صحبت بکنید با دولتتون، چون که دولت قراره به عنوان سرپرست نیازهای شما رو بدونه. حالا اینکه جنگ و خونریزی باید به پا بشه، من فکر نمی‌کنم فقر ارزش مرگ رو داره، چون اصلا هدف از فقر اینه که من در سختی زندگی نکنم، چه برسه دیگه بخوام کسی رو از دست بدم. ولی خب مسلماً با صحبت‌ها و راهکارها میشه یه راه حل‌هایی برای این چیزها برای فقر پیدا کرد. ولی خب به همین حد بسنده می‌کنیم که برای 15 دقیقه به بیشتر تای برنامه نداریم. بنابراین ما یک قسمت ما فقط پس باید سریع بریم. دیدگاه دیگه ای که گروه دیگه، یعنی ما یک طیف بزرگی هستش، یک سر این قطبش کسایی هستن که جنگ رو تایید میکنن اگر دولت تایید میکنه، یعنی در واقع یک وطن پرستایی هستن که هر آن چیزی که دولت میگه رو مطابق میکنن. گروه دیگه این هستن که میگن که نه، باید مخالفت کرد با جنگ. و صحبتشون روی دو تا بحث اصلی بنا شده. یکی این که کشتار به هر نوعش محکوم هست. بله. دوم نباید با زور، نباید با شرارت، با زور فیزیکی مقابله. و خشونت مقابله کرد. برای این تمام صحبت‌های این گروه روی این دو تا استوارن، این دو تا اصل استوار هستش که دلایل کتاب مقدسی خودشون هم دارن، دلایل اجتماعیشون هم دارن که این رو بیان می‌کنن. می‌خوام در مورد صحبت کنم. اجازه بدید من فقط یکی دو تا آیه از در همین بابی که گفتید صحبت کنیم که از اون خواستم بهش مراجعه بکنم. توی خروج 1:13 تا 22 داریم فرعون دستور میده به قابله‌ها همه بچه‌ها رو بکشید، قابله‌ها این کارو نمی‌کنن و بعدم جلوی فرعون میگن که دلایل خودشون رو میارن و اینها جان خودشون رو هم در واقع نجات میدن، ولی مخالف تصمیم حکومت برای کشتن میایستن در بحث صلح‌جویان که داریم صحبت میکنیم. و خدا هم بهشون به خاطر احترام به حقه که چون توی خروج با خروج 20 که صحبت میکنه ده فرمان قتل مکن، از اون حکم خدا اطاعت میکنن، خدا اونها رو برکت میده. پس اون همونطور که شما گفتید این اعضا هم دیدگاه خودشون رو دارن. یا دانیال رو نگاه بکنیم چقدر مخالف پادشاه خودش که یه بار حالا نبوکدنصر بود برمیگرده میگه باید بت و خدای من رو بپرستی، نمیکنه، مجازاتش میکنه و واقعا دانیال بنا به فیض خدا نجات پیدا میکنه. و یه بار دیگه هم بحث دانیال و در واقع درخواستش بود برای اینکه از برمیگرده داریوش پادشاه میگه که 30 روز هر کسی هر کسی که چیزی رو بخواد غیر از داریوش پادشاه باید مجازات بشه. داریوش باز از خدای خودش میخواد و به داریوش بر نمیگرده، از او درخواست نمیکنه و باز خدا او رو جواب میده و در واقع او رو محکوم نمیکنه. شاید صحبت اصلیش اینه، صحبت اصلی این گروه اینه که زندگی شخصی شما با زندگی اجتماعیتون نباید جدا و منفک باشه. اگر شما در زندگی شخصی خودتون مسئولید، از لحاظ اخلاقی در رفتار و کردارتون به عنوان یک مسیح پاسخگو به خدا هستید، این پاسخگویی در برابر خدا به خاطر اعمال و کردارتون در بطن جامعه در اطاعت از قوانین دولت حذف نمیشه و کمرنگ نمیشه. اگر دولت رو باید مطابق کرد، رومیان باب 13 رو خوندی که پولس رسول میگه باید دولت رو مطابق کرد، اما همین رسولانی که از دولت اطاعت میکردن به خاطر اینکه قوانین رو گذاشتن که شر رو جلوش رو بگیرن و نیکویی رو ترویج بدن و کسانی رو که اشتباه میکنن رو محکوم بکنن، در کنار اون زمانهایی بود که وقتی دولت قوانینی رو وضع میکرد و اونها رو ممانعت میکرد از انجام اراده خدا، جلوشو میسادن. یادتون هست توی کتاب اعمال رسولان رسولان مسیح رو گرفتن، رسولان گفتن چرا بشارت میدید، گفتین که ما اطاعت کردن خدا خیلی واجب تر از اطاعت کردن مردم و گفتن این جای حکم دولت برخلاف کلام خداست و ما اون رو قبول نمی کنیم. یعنی این دیدگاهی که صلح‌جو هستن میگن که هر وقتی هم که دولت یه حرفی رو میزنه ما نباید چشم بسته قبول بکنیم، چون دولت و خدا اون رو قرار داده. خدا اون رو قرار داده، ولی همیشه این دولتایی که خدا قرار داده مطابق اراده خدا عمل نمی کنه و باید ما اون رو تشخیص بدیم و جاهایی هستش که باید اون رو باهاش مقاومت بکنیم که از اون جاها جنگ کلام خلاف کلام خداست. دولت میگه جنگ بکنید، ما قوانین مشخص از طرف خدا داریم که باید مخالفت بکنیم، بنابراین ما در جنگ شرکت نمی کنیم. و اما گروه سوم
گروهی هستن که وسط هستن، یک بالانسی رو قرار دادن. یعنی جاهایی هستش که با جنگ کاملا مخالف هستن، جنگ های ناعادلانه هستش، جنگ هایی هستش که مطابق کلام خدا نیست و در گناه کشیده میشن و جنگ هایی رو هم در شرکت میکنن به خاطر اینکه به نظرشون جنگ عادلانه است و باید با اون مقاومت کرد تا شرارت گسترش پیدا نکنه و بتونیم اراده خدا رو در زندگی در اجتماع انجام بدیم یا عدالت رو برقرار بکنیم. بله، به هر حال هر سه دیدگاه وجود داره، هر کدوم از ما شاید خودمون دیدگاه های خودمون رو داریم، شاید من خودم بیشتر با سرجویان موافق باشم، ولی واقعا باید ببینیم که همونطور که پولس میگه، یک از ادعاهایی که میاره میگه وجدان انسانی و واقعا روح خدا در ماست و ما رو هدایت میکنه. ما تو کلام خدا همونجور گفتیم هر سه بُعد رو افراد ازش برداشت میکنن، میگن هر سه دیدگاه وجود داره، ولی خداوند در جایی که لازمه هم قوتش رو به ما میده هم حکمتش رو. میبینیم رسولان در زندان میفتن، خدا بهشون قوت و تسلی رو میده. دانیال از حکم پادشاه سرپیچی میکنه، میذارنش تو کوره آتش، خداوند اون رو حفظ میکنه. و واقعا حتی اطاعت مسیحیان در جاهایی که واقعا درست هست از دولت میتونه باعث تشویق دولت باشه، که اینها یه گروهی نیستن که به ضد دولت هستن، بلکه در ساپورت و در پشتیبانی بهتر شدن وضع جامعه هم کمک میکنن. پس واقعا باید چه سری گروهش هم انتخاب کرد. من گروه هم انتخاب کردم. فکر کردیم ما جنگجویی. نه خب من نظر خودم رو گفتم. بعضی من فکر میکنم حتی گروه سومی رو که جانم صحبتش رو کرد جا داره که روش فکر بشه، که شاید واقعا از اوقات لازمه بعض از جنگ ها انجام میشه. چون خب صحبت اینجا هست، شما در برابر یک شخص مثل هیتلر که داره قتل عام میکنه و داره نسل کشی میکنه، آیا شما باید در گروه دوم قرار بگیرید که سلجو هستش، بگی که آقا جان هر چی سر ما بیارید خب ما هم اطاعت میکنیم و ما قبول میکنیم، ما جنگ نمیکنیم، یا باید این وسط باشیم؟ یک جنگی رو مثل مقابله با هیتلر، حتی بونهافر که خیلی خودش هم سلجو بود، خودش میگه بعد هیتلر رو ترور کرد، به قتل رسون، به خاطر اینکه کشتن هیتلر باعث میشه که یک خشونت شرارت بسیار عظیم جلوش گرفته بشه و عدالت انجام بشه. برای من فکر میکنم باید اینجا، خب خیلی سخته میدونی، چون یک استاندارد مشخصی شاید ما با یک محک مشخص این رو نمیسنجیم، هر کسی تعاریف و تفسیرهای متفاوت از این کلام خدا داره و مطابق اون داره اون رو سبکسنگی میکنه در جاهای خودش، همیشه خودش حقه، میدونی؟ یعنی همیشه این خط مشخص رو کشیدن که چه جنگی عادلانه است و چه جنگی ناعادلانه است، همیشه فکر میکنم به اون سادگی های بستگی به شرایط داره. به هر حال درسته همطور که گفته شد کلام خداوند و خداوند طرفدار صلح و آرامشه، ولی بستگی به اون شرایطیشه داره که مطمئن خداوند در اون شرایط همونطور که اشکان عزیز گفت حکمت رو عطا میکنه، که خب الان من باید واقعا فقط یک صلحجو باشم یا خداوند چی رو به قول معروف میپسنده؟ حالا به قول معروف فکر میکنم تون اون دید وسیع‌تر اگر نگاه بکنیم، حالا به جزئیات هر شرایطی، هر جنگی یا هر وضعیتی شرایط خاص خودشو داره که اونو باید در اون متن اصلیش نگاه کرد، ولی اگر صحبت کلی بخوایم بکنیم، اگر جان بیگناهان در خطر هستش، گروهی دارن همینجور قتل عام میشن در حالی که یک شهروند عادی هستن و در هیچ چیزی دخالت ندارن، من فکر میکنم ما به عنوان شهروندان مسیحی موظف هستیم که واکنش مثبتی رو در جهت جلوگیری از پخش خشونت و گسترش خشونت انجام بدیم. یعنی همونطور که کلام خدا میگه که کسی که نیکویی بداند و نکند او رو گناه هست. شما وقتی میبینید که یک شخص بیگناهی داره جان خودش رو از دست میده به خاطر دلایل مختلف، حالا قدرت، فرصت طلبی، پول هست، حالا هر چیزی که دولت ها ممکنه پشت سر اونها انگیزه هاشون باشه که اون رو انجام بدن، ما به عنوان مسیحیان موظف هستیم که یک واکنش نشون بدیم. حالا این واکنش رو گروهی میگن که باید بدون خشونت باشه، گروهی میگن که باید با خشونت باشه در برابر شرارت. نه من خودم هم فکر میکنم این نیست که چون صلح‌جو هستیم ما پس نباید هیچی بگیم یا هیچ واکنشی نشون بدیم. من به یاد میارم سلیمان رو که برمیگرده میگه خداوند از خداوند حکمت میخواد، بله. و خداوند به او پادشاهی میده که در او جنگ نمیکنه، و به خاطر همین خدا میگه تو خانه منو بنا کن. پس من فکر میکنم واقعا بحث همونجا مسیح هم میگه وقتی شما رو نزد پادشاهان ببرم به شاگردانش میگه روح القدس از طرف شما صحبت خواهد کرد،
شما حکمت خواهید داشت. پس من میگم اون حکمتی رو که خدا به ما میده در شرایط مختلف اون هست که به ما اجازه میده که از برخورد فیزیکی جلوگیری بکنیم تا جایی که حداقل میتونیم. خب من نمیگم اگه نفر با چاقو حمله میکنه به شما مثلا واسطید براش دعا بکنید، خب مثلا من این چیز درست نیست، شما فیزیکی از خودتون محافظت بکنید، شاید تو این وسط یه کسی هم کشته بشه. ولی من فکر میکنم تا جایی که امکان داره اگر ما به خدا اعتماد کنیم و حکمت خدا رو بطلبیم، خدا به ما راههایی رو میده. چقدر از مسیحیان از ایران اومدن بیرون، چقدر از مسیحیان در ایران راههایی رو پیدا کردن که از زیر فشارهایی که ممکنه براشون باشه بیرون بیان. درسته. و اینجا باید این نکته هم اشاره بکنیم، وقتی حتی ما در کلام خدا میگه جنگ های وجود داره، اینجا یک نفع شخصی هم وجود نداره، یک جمع یا یک تاثیر کلی بر تمام اون افراد، اون گروه، اون قوم یا اون حکومت هستش. در مورد اون داره صحبت میشه، نه اینکه من جنگ بکنم به خاطر اینکه این به نفع منه. پس اینجا اشتباه برداشت نشه که اوکی پس اگه این شرایط میتونه به نفع من باشه من وارد جنگ بشم. آیا اون جنگ واقعا به نفع تمام اون قوم، اون حکومت، اون دولت میتونه باشه یا خیر؟ خب خیلی صحبت خیلی زیادی هستش که اصلا نتونستیم اون رو بهش نگاه کنیم، ولی حداقل امیدوارم از صحبت امروز اینو متوجه شده باشیم که سه تا دیدگاه مختلف در جامعه مسیح در مورد جنگ هستش که دلایل خودشون دارن، دلایل کتاب مقدسی و فلسفی و اجتماعی و اخلاقی، که امیدوارم حالا توی هفته های آینده یک بار دیگه بتونیم برگردیم و هر کدوم رو به صورت جداگانه نگاه بکنیم. اگر پرسشی هست میتونید به ما تماس بگیرید و بپرسید. سوالایی هم عزیزان کردن، باز فرصت نشه اینو مطرح بکنیم، اما بریم ویدیو هفته آینده رو نگاه کنیم. برخواهیم گشت خدمت شما با دقایق آخر. هفته آینده در پژواک، داستان زندگی آزر، گفتگوی هفته، حکم اعدام و ایمان مسیح. خب باز هم ما ابراز خوشحالی میکنیم که بعد از دو ماه در خدمت شما دوستای عزیز هستیم. امیدوارم که از برنامه خودتون لذت برده باشیم. باز هم ما منتظر تماسهای شما هستیم، منتظر پیشنهادات شما هستیم. به هر حال در شروع راه هستیم الان و میتونه نظرات شما تاثیر خیلی زیادی بر برنامه ما داشته باشه. من و اشکان داریم نگاه میکنیم همدیگر ناراضی که این فرصت خیلی کم هست. اصلا این دوتا عزیز انگار با کتک رو بردن. نه، ناراضی از این که فرصت خیلی کوتاه هست و ما هیچ وقت فرصت نمی کنیم خیلی دقیق و وسیع این رو نگاه کنیم. بینندگان عزیز دیگه عادت کردن به این سیستم پژواک. ولی امیدوارم حالا توی هفته های ما همیشه توی یک دورایی برمیگردیم، بعضی از موضوعات برای بار دوم نگاه میکنیم، ولی به هر حال ما فرصت زیادی رو نداریم. ما یک ساعت و نیم بیشتر نیست، دو ساعت هم نمیکشیم. اینه که دوستان عزیز با ما مدارا بکنید تا بعد از این دو ماه این تنبلی که داشتیم خودمون رو دوباره بتونیم هماهنگ بکنیم و این فرصت کوتاهی که داریم بعضی چیزایی رو که قراره بگیم رو بگیم، چیزایی که نباید بگیم رو نگیم. بازم بگیم. ولی اگر خواستید، اگر دوست داشتید واقعا سوالای براتون مهم هست و میخواید حداقل در مورد موضوع این هفته جوابهاش رو، اون دیدگاهایی رو که ما بررسی کردیم رو بدونید، از طریق فیسبوک میتونید با ما در ارتباط باشید. ما شاید 100% امین نبودیم، اما سعیمون رو میکنیم تا جایی که میتونیم با مطالعات و با برداشت درست از کلام خدا پاسخگوی شما عزیزان باشیم، چون میدونیم منابع شاید در خارج از کشور بیشتر باشه برای مطالعات تا داخل کشور، وگرنه شما عزیزان واقعا همتون بیشتر از ما دانش و درک دارید. به هر حال ما در طول هفته منتظر شما هستیم. هفته آینده موضوع صحبت حکم اعدام هست. این هفته همش جنگ و کشته کشته. مسیحیان چه واکنشی در برابر حکم اعدامی که دولت صادر میکنه باید از خوشون نشون شاد باشید. مرسی با ما بودید. خدا برکتتون بده. بعد از دو ماه خدمتتون بودیم. هفته آینده دوباره شما رو ساعت 9 شب در ایران خواهیم دید. خدا نگهدار.